سرخط خبرها، فرمانده جدید لوای سرحدی هرات معرفی شد. کابلاف، اگر مسعود در رهبری افغانستان می بود، افغانها زندگی بهتر می داشتند. سیاه‌ترین شب طالبان در شمال. ذوب یخهای قطبی زندگی بشر را تهدید می کند. با مجموعه خبری کانال جنرال انفو خوش آمدید. مشروع خبرها، فرمانده جدید بخش لوای سرحدی پایگاه ارتش 207 الفاروق در هرات توسط مسئولان معرفی و شروع به فعالیت کرد. با گزارش اسپوتنیک، به اساس خبرنامه هایی که از سوی قلوردوی 207 الفاروق نشر شده است، آمده که بنابر تصمیم رهبری این ارگان، محمد رحیم خادم مشهور به حاجی لالا، دیروز تای محفل به حیث فرمانده جدید لوای سرحدی توسط معاون پایگاه ارتش تقرار یافته است. فرمانده جدید لوای سرحدی گفت که برای پاسداری از ارزش‌های ملی و اسلامی کشور در کنار دیگر کارکنان صادقانه خدمت خواهد کرد. این در حالی است که محمد رقیب ثاقب مشهور به مرد یخی افغانستان هم به تازگی به عنوان آمر ورزشین پایگاه تعیین شده است. کابلوف، اگر مسعود در رهبری افغانستان می بود، افغانها زندگی بهتر می داشتند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه درباره شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان گفت که احمد شاه مسعود نه تنها رهبر و نماینده مردم پنجشیر بلکه رهبر مردم افغانستان بود. زمیر کابلوف، نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در پاسخ به سوال مبنی بر این که زمان احمد شاه مسعود با طالبان می جنگید، امروز طالبان در قدرت هستند. احمد شاه مسعود چه دستاورده داشت؟ یعنی برای چه منافع جنگید؟ اگر به قدرت می رسید چه فرقی با طالبان داشت؟ او می گوید احمد شاه مسعود یک شخص خارق‌العاده بود. او نماینده مردم پنجشیر نبود، بلکه دید باز نسبت به کشورش داشت. نبود او در افغانستان خیلی تأسف‌بار است، چون در افغانستان کمبودی رهبری مانند احمد شاه مسعود احساس می شود. آقای کابلوف گفت که فعلا درباره این که اگر او شهید احمد شاه مسعود در رهبری دولت می بود سخن گفتن بی‌معناست، اما زندگی تحت حاکمیت احمد شاه مسعود افغانستانی ها زندگی بهتر می داشتن. اما اینجا در قدم اول فرهنگ تاریخی به عنوان مثال همیشه قوم پشتون در این کشور حرف اول را زدن، اما در 100 سال اخیر تاجک ها با آنها همکار بودند و حتی در حکومت ها مقام های والایی را داشتند، همچنان قوم هزاره. او گفت فکر میکنم که تحت حاکمیت مسعود توازن میان اقوام بهتر از حال می بود. خبرهای از جبهه مقاومت ملی افغانستان. سیاه‌ترین شب طالبان در افغانستان. ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر تصرف شد. پس از 6 ساعت درگیری نیروهای مقاومت ملی به رهبری حسیب قوای مرکز توانستند ولسوالی آبشار پنجشیر را به طور کامل از طالبان تصرف کنند و ولسوالی آبشار که یکی از ولسوالی استراتژیک بود، این ولسوالی با صدها سلاح و مهمات زیاد به دست نیروهای مقاومت درآمده است. گزارش های تایید نشده از رسانه های کابل. همچنان خبر می رسد که جنگ شدید بین قطعات بدری تکفیری طالبان و نیروهای کماندوی جبهه مقاومت ملی در قریه دربند فراج از توابع ولسوالی آنابه پنجشیر جریان دارد. در اخیرین اطلاعیه آمده است که طالبان تلفات زیاد را متحمل شده است. ذوب یخهای قطبی زندگی بشر را تهدید می کند. اگر هوا گرمتر شود، ممکن سد آب برهای جهان تا 8 متر بالا بروند که جهان را تهدید خواهد کرد. با گزارش اسپوتنیک، گزمودو خبر داده است که گرینلند به دلیل آب و هوای غیرعادی در 3 روز 18 میلیارد تن یخ را از دست داد. می توان گفت که گرینلند بخش قابل توجه از ذخایر یخ خود را به دلیل هوای گرم از دست داده است. همچنان گفته شده است که چندین روز اوایل جولای هوای گرینلند گرم بود. دمای هوا در بخش‌های مختلف این کشور حدود 15.5 درجه بود که بیش از 10 درجه بالاتر از حد نرمال جولای است. این دمای غیر معمول بالا باعث ذوب گسترده برف و یخ در ساحه یخی گرینلند شده است. تنها در 3 روز از 15 تا 17 جولای صفحات بزرگ یخ در حدود 18 میلیارد تن آب را از دست داد. سپس ذوب شدیدتر شد. تد اسکامبوس از دانشگاه
کلرادو گفت، کلرادو گفت، بین 20 و 23 جولای صفحه یخی روزانه 8 تا 10 میلیارد تن آب را از دست می‌دهد. آبها در حال ضبط توده یخبندان را با خود حمل می‌کند که در تصویر ماورایی نیز قابل مشاهده می‌باشد. هفته گذشته سرعت ضرب یخ کاهش یافت و به نرم آب هوا نزدیک شد، اما این افزایش همچنان برای اقلیم شناسان نگران کننده است. اگر تمام یخهای گرینلند آب شوند، سطح بحر تا حدود 8 متر بالا می رود. بیشتر در یاکوتیا یک ماده مدنی جدید برای بادی‌های با ظرفیت بالا کشف شد. می توان گفت که انسان مقصر اصلی چنین پدیده های طبیعت می باشد. تماس تلفنی 2 ساعته بایدن با شی جینگ پینگ. رؤسای جمهور امریکا و چین حدود 2 ساعت از طریق تلفن با هم صحبت کردند. به گزارش اسپوتنیک، کاخ سفید اعلام کرده است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا لحظات پیش با همتای چینایی خود بیش از 2 ساعت صحبت تلفنی کرده است. در اعلامیه کاخ سفید آمده است صحبت تلفنی 2 ساعت و 17 دقیقه رئیس جمهور بایدن با شی جینگ پینگ رئیس جمهور خلق چین تمام شد. کاخ سفید جزئیات این صحبت تلفنی میان رؤسای جمهور دو کشور را منتشر نکرده است. این 5مین تماس تلفنی دو رؤسای جمهور از ماه مارچ به این سو بوده است. ایتالیا از غرب خواست تا با روسیه گفتگو نماید. وزیر داخلی پیشین ایتالیا از غرب دعوت نمود که به خاطر حل فصل بحران موجوده در اوکراین و اروپا با بهتر است که با روسیه گفتگو بکند. ماتیو سالوانی وزیر داخلی پیشین ایتالیا با این عقیده است که اتحادیه اروپا بدون در نظر گرفتن نظریات نهادهای سیاسی و موضع‌گیری در وضع اوکراین تماس با روسیه ضروری می باشد. با گفته وی سیاست بین المللی از دولت‌ها مستقل است. وی تاکید کرد که در ایتالیا متحدین به دموکراسی آزاد کشورهای غرب افتخار می کنند. این به این معنا نیست که می خواهند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روابط خوبی داشته باشند. وزیر ازبق داخلی ایتالیا گفت البته با تفاوت از کشورهای دیگر اروپا که جنگ را تشویق می کنند، من به این نظرم که دیالوگ و میانجیگری ایتالیا مسیر خوب سیاسی می باشد. قبلا سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود که مسکو در این فکر نیست که راه از سر گرفتن دیالوگ با کشورهای غربی قطع باشد. پسکوف: اوکراین از وجود نئوناسیسم پاک می شود. کرملین معتقد است که لازم است اوکراین به طور کلی از احساسات نیونازی آزاد شود. به گزارش اسپوتنیک، پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا کرملین از چنین موضع حمایت میکند تصریح کرد: کرملین از این ایده حمایت میکند که ضروری است اوکراین به طور کلی از انواع مظاهر احساسات نیونازی آزاد شود. این ضروری است و لازم است اقدامات انجام شود که در واقع به شکل یک عملیات نظامی ویژه در حال انجام است تا از مردم جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک محافظت شود. پیش از این دینیس بوشیلن رئیس جمهور خودمختار دونتسک گفت که زمان آزادسازی شهرهای روسیه در اوکراین فرا رسیده است. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید. شب روزتان خوش. الله یار مددگار همه ایتان.